ولی میگم یعنی این یه چیز عادی و طبیعیه. بله بفرمایید بفرمایید. افغانستان بودیم فکر کردیم چقدر باجی فکر کنم زبون افغانستان متوجه نمیشه. فکر کردم بیام اینجا مردم افغانستان خود را حیار ساختن بزرد. تکمیل کرده ما 5000 سال تمدن یکی داریم ایران. بله 2000 سال زبان مشترک، 1300 سال دین مشترک. اون محبتی که صاحبونه کنارت بشینه ببینه چایت خالی شد نذاره تو بریزی خودش بریزه میوه برات پوست بکنه بهترین غذا رو بیاره و که برات باشه سلام علیکم. الله چطوری مش ماشاءالله عزیزان، برگشتیم خدمتتون با یه ویدیوی بسیار جالب. جنجالی نیست، جذاب، دوست داشتنی. یه مصاحبه خیلی توپ با تلویزیون افغانستان. باورمون نمیشد علی آقا رفتن تلویزیون. خوب باشید و حالتون عالی باشه. سینا هستم، برگشتم در کنار پریسا در چنل پریفان، چنل خودتون. بدون معطلی میرم و این ویدیوی باحال رو نگاه میکنیم و لینک اصلیش در دیسکریپشن هست. لایک این ویدیو، کامنت، شیر رو هم فراموش نکنید. شیر چیه؟ شیر کنید بچه ها. یه کاری بفرستیم برای رفیقا و دوستا و آشنا و خلاصه که بیاید پریفان ملودی اون بر بیاین و با هم دیگه موزیکای قشنگ گوش کنیم و کیف کنیم و آره دیگه هستیم در خدمتتون. بریم و شروع کنیم. حاضرید قندولک ها بزنید؟ بریم. لینک آخر هفته است. لالا علی سلام، شبتان بخیر. هموطنان بسیار عزیز و نازنین تلویزیون آرزو، امید که جور صحتمند باشین و شب روز بسیار خوب و سرد زمستانی را پشت سر بگذارین و کانون گرم خانواده هایتان همیشه سربلند و سرفراز و پیروز و مستدام و پایدار و کامگار در تمام بخش‌های زندگیتون باشین. چه آرزوهای زیبایی. ممنون را سپاسگزار هستیم که یک فرصت بسیار خوب دیگر میسر گردید تا به مثل همیشه مهمان خانه های شما با یک عزیز دیگر، با یک مهمان دیگر، با یک مهربان دیگر باشیم و تا یک ساعت دیگر حرف حدیث ها و یک ساعت بسیار خوب و ماندگار را با مهمان بسیار عزیز و نازنین ما داشته باشیم. شما رو دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه و همگام باشیم. پیش از این که بخوایم این برنامه رو شروع بکنیم و مهمان عزیز را خدمت شما با معرفی بگیریم که بدون شک با چهره ایشان آشنا هستین، اما برای کسانی که تازه پیوستن معرفیشون میکنیم. شما میتونید سری بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو و در اونجا این برنامه و برنامه های دیگر را هم بیننده باشین و حضور داشته باشین. مهمان عزیزمون میدونید کی هستن؟ یکی از عزیزانی هستن که میتونیم بگیم مهمان بسیار خاص تمام مردم افغانستان هستن. بله علی آقا، یکی از کسانی هستن که با حرفایشون، با گفتارشون، با پیام ها و صحبت هایشون یک پیام مثبت را، یک انرژی مثبت را و یک حرف و حدیث های بسیار مثبت را در قبال مردم و افغانستان داشتن. بله. همیشه از خوبی های افغانستان یاد کردن، از زیبایی های کشور ما یاد کردن و حتی میتونیم بگوییم که مثل یک شهروند افغانستان بودن و این مرز و بوم را با وجود این که بسیار مدت زمان کمی میشه به افغانستان آمدن خیلی دوست دارن و علاقه مند هستن. مهمان ما جناب محترم آقای علی جان، مهمان شهروند کشور ایران، دوست و برادر با ما هستن. خوشبخت هستیم و این افتخار را داریم که دعوت ما را پذیرفتن و امشب مهمان ما و شما عزیزان هستن. تا آخر برنامه همراه باشین با کارها. مثل سیناز مجری گرامی عزیزم، ماشاءالله بیشتر میدانیم. سلام آقای علی، شب شما بخیر. سلام ارادت، وقتتون بخیر باشه. خیلی مخلصم، خیلی خوشحالم که این بدسلیقگی رو داشتید و منو دعوت کردید اینجا. خواهش میکنم، امروز محبت خواهش میکنم. شما مهمان ما هستید زنده باشید و این وظیفه ماست که ما با الفاظ چه جای دنج و باحالی هستن. از شما توصیف بکنیم که با وجود مشکلاتی که وجود داشته شما باز هم اومدین به کشور و حضور دارین. خیلی خوشحال هستم شما با ما هم خیلی خوشحال هستیم که حضور دارین. سلامت باشین. در ابتدا میخوایم چی ریلکس علی، اگه من بودم الان علی فوق العاده است. یعنی واقعا با دوربین خیلی راحته، لذت میبرم از عکسش و حرفاش هم دلی میزنه. قشنگ معلومه مثلا نه تظاهر میکنه نه زیادی مبالغه میکنه، اما چیزایی که دیده و تجربه کرده بارها ویدیوهاش دیدیم توی چنل پریفان. آره، ولی همیشه داره اون چیزی رو که دیده مثلا نمیره یه چیز تخیلی از خودش در بیاره بگه. همون اتفاقاته و واقعیت اینه. این مردم مهمان نواز افغانستان واقعیتشون همین بوده. بدونم آقای علی عزیز، این عشق و این علاقه نسبت به افغانستان از کجا پیدا شد؟ والا اولش که من اومدم چون علاقه زیادی، اصلا شغل من اکتشاف سنگ‌های معدنیه.
به خاطر معادن زیبا و زیاد که افغانستان داره. علی آقا این شوخی ها رو نداریم با هم. نه آخه به کامنت های مسخره می اومدن عزیزان اولا می دادن این آقا قاچاقچی هست. آخه من یه 10 دقیقه ربع ساعت پیش باز یه سر توی تیک تاک رفتم، خب ویدیوهایی که از علی جان بیرون اومده بس خیلی کامنت ها اومده که بچه ها به نظرتون این واقعا چرا داره توی افغانستان میچرخه؟ آره. بچه های خود افغانستان. بعد خیلی ها اومده بودن جوابشو داده بودن که تو هم همون فکر رو میکنی که ما میکنیم. چه فکری؟ نمیدونم واقعا چی بگم. خب بیش دلوش بیش از 360 سنگ معدنی. مهم اینه که ما بیایم این ویدیوهای ایشون رو ببینیم و کیفشو ببریم و لذتشو ببریم. آخه داره حالا خوبی رو میگه. این... چه ایرادی داره؟ ارشمیدس شدن و ارسطو شدن و فیلسوف شدن اندی. بعضی ها اصلا دنبال چی هستی تو زندگی؟ معادن زیبا و زیادی که افغانستان داره. خب بیش دلوش بیش از 360 سنگ معدنی افغانستان داره. اینم دلیل یافت و خریداری این سنگ ها پامو گذاشتم تو افغانستان با اینکه همه منو منع کردن نه یا این کشور. ببخشید من راحت صحبت میکنم، مدل صحبت کردن هم رسمی نیست، اصلا خیلی راحت باشم. اگه نیاز به لهجه شما گپ خواهش کنیم. اگه نه همون بابا دری هم بلده. گفت برای سنگ ها اومدم، خانواده همه با من خدافیزی کردم، گفتم برو به سلامت که دیگه بر نمیگردی از این کشور. این دیدیه که اکثر مردم، عموم مردم تو ایران و کشورهای دیگه دارن. کشورهای عربی یا کشورهای اروپایی هم که میری این دیدو متاسفانه نسبت به افغانستان دارن. فقط محدود ایران نیست این دید، توی جهان متاسفانه. حالا چه برنامه‌ای پشتش هست من اطلاعی ندارم، سیاسی نیستم، اصلا علاقه‌ای هم به این حرفا زدن ندارم. پروپاگاندا وارد مرز افغانستان شدم اصلا من اول ببخشید من یک سره دارم میرم دیگه استایی می‌کنم. اینجوری داریم وارد مرز افغانستان شدم، توی اون صف که باید می‌مونیم صف طویل و خیلی بلندی بود. یکی از دوستان ما حمید آقا اومد دنبال ما، افغانستانی بود، فقط با یه شماره که یکی از دوستان من سفارش کرد، گفت برو دنبال رفیقم، اومد دنبال من بدون اینکه هیچ شناختی نسبت معروفیت من تو ایران یا نسبت به وضع مالی حالا هر چی جایگاه من داشته باشه، به عنوان یک آدم عادی با یه تیشرت آستین کوتاه پلنگی. الان لباس افغانستانی من یادم اومد تو ویدیو عملی اشاره تیشرت پلنگی از این ارتشی تاریا تنش بله با یه تیشرت آستین بارها گفتم گوشه تا تیشرت سوخته بود، زغال خیلی افتاده بود دیگه. اینجوری بگم یه تیپ خیلی معمولی اومد دنبالم، دست منو گرفت برد اول این صف. این صف شد 500 متر طولش بود، زن و مرد و بچه تو این صف گمرک بودن. همه شاکی شدن که چرا اینو داریم میاری اول صف. برگشت گفت احترامش کنید، ایشون ایرانی مهمان ماست. گفت این کلمه رو گفتم الان من تیکه تیکه میکنم. ایرانی افغانستانی هم به خون ایرانی تشنن و شنیدم که اینجا شیعه میکشن. گفت اینجوری این چیزیه که ما شنیدیم تو ایرانو. ببخشید من هر حرفی میزنم سانسور نکنید در فرمان. گفتم الان تیکه تیکه تا افغانستان اومدید عزیزم، ایران نیستید که چیزی رو سانسور کنن. این حرفو گفت دیدم همه گفتم بفرمایید بفرمایید بخیر باشه. دیدم چه احترامی گذاشتن، گفت ایرانیه. 500 نفر خودشون همه گفتن یک کلام که این بره داخل. اولین چیز ورود من یه چکی خورد تو گوش من، انگار که به خودم اومدم. آها چکی خدا انگار یه چکی خورد تو گوش من به خودم اومدم که چقدر چکی خوبه. نزود خب همه دارن اینو میگن، حتما یه چیزی هست. این چیزی که باور ما شده بود. وارد شدیم چه احترامی کردن، اومدیم داخل شدیم. اون منطقه جزو مناطق نظامی مرزی حساب میشه. من گوشیمو درآوردم شروع کردم فیلم گرفتن، نمیدونستم حواسم به این موضوع نبود. مسئول حراست اونجا اومد بهم اخطار داد گوشیو بگیر از دستم. این همراه ما آقا حمید خب افغانستانی بود، گفت احترامش کنید ایرانیه نمیدونه. همین جمله رو دیگه نه گوشی منو چک کردن نه چیزی منو فرستادن، فقط گفت فیلمو ببینید، فیلمو دید، گفت برو اشکال نداره کامرا شما بهش میگه بله بله. فیلم برداری دیگه. وارد اسلام قلعه شدیم، خدمت حمید آقا و منزلش. 3-4 روزی توی افغانستان من بودم، جاهای مختلفش مهمان نوازی و یه سری رسم و رسوم عجیبی اینجا که دیدم. به اینجایی میگم شما چرا اینجوری میگی اینجا عادیه، ولی برای من که حالا چه تو ایران چه کشور دیگه میبینیم حالا این چیزا عادی نیست. مثل اینکه کوچیکتر دست بزرگتر، برادر بزرگتر پدر رو ببوسه. این رسم خیلی خوبه، ما تو ایران خودمون هم داریم این رسم، البته تو خیلی از کشورها هست ولی کم رنگ‌تر شده. اینو اینجا به وضوح میبینین احترامه، خیلی چیز زیباییه. یا مهمان نوازی، از مهمان خوشحال میشن. فقط دست پدر و مادر رو ببوسید. توی ترکیه هم خیلی بچه ها دست بوسی میکنن دست بزرگتر رو، ولی خب از سریال لیسان و آبی دیگه میگن فقط دست پدر و مادر رو باید ببوسید. اینم طنزشون بوده. بیشترین پذیرایی رو نسبت به مهمان میکنن. بله بله. چای سبز هم براش گذاشتن. ما شاید به مهمان نتونیم، شاید بتونیم بهترین غذا و بهترین چیزو در اختیارش بذاریم، ولی اون محبتی که صابخونه کنارت بشینه ببینه چایت خالی شد نذاره تو بریزی، خودش بریزه میوه برات پوست بکنه بهترین غذا رو بیاره،
و کمال با شریکش محبتی یه چیز دلیه که با پول نمیشه جبران کرد. آفر. اینها رو دیدم و این باعث شد دوباره سفر دوم بیام و این دوباره اومدنم این دفعه با یکی از دوستان اومدم ولی 200 نفر به من پیام دادن که ما رو با خودت ببر. کلی همراه دوست داشتم. آقا ما پیچون نمیشیم تنها اومدیم دیگه شاکی نباشیم واقعا چون من یه خورده تو سفر چست و چابکم هی این ور میرم اون ور میرم با من هم سفر شدن یه خورده سخته. دوست دارم همه جا گردش کنم. و دوستم نداشتم بیش از این بمونه به دوستان. ما نمیتونیم هم سفر بشیم. علی آقا حیف شد. ما دوست داریم یه جا بیافتیم. آره بیافتیم تو ماشین علی آقا و تو ماشین آقا رامین و آقا حمید لالا و دیگه فقط همون جاهای موزیکی بذارن گوش کنیم. سر خیابونی دو تا بولانی بگیریم بخوریم همون تو ماشین ریلکس. بعد شب بریم غذا رو بزنیم و این داستان. تو تنبل می‌بینید اینجا. زحمت دادم چون انقدر از ما پذیرایی میکنم فقط شرمندگی علی زیبا داره میگه واقعا در کنار همه شوخی ها لباس تن و حتی نمیذاشتم من پولشو بدم این به قول ایرو گفتن این چیزی نیست نه که من محتاج لباس باشم شکر خدا هست دست و بال ما سرمایه هست ولی اجازه نمیدن این احترام رو میکنم و شرمنده میشم میدونستم میدونم بیام برای اونم میخوام چی رفتاری کنم و خجالتش برام دیگه تنها اومدم و الان کابل مهمون شدم. بله تمام این دلایل شد که شما بار دوم علاقمند شدید به اومدید و دوست شما هم اینجا هستن. سلام بگیم اسمشون چی بود؟ مصطفی عزیز دوست مشهدی ما. آقا مصطفی عزیز سلام میگم بر شما خیلی خوش اومدین سلامت باشین. این بار قرار است واقعا دو ساعت آره دیگه چنل بیار همه رو آفرین. شما اینجا آقا وارد این کشور شدی همون راننده تاکسی که لب مر سوار کرده تو رو میبره خونه مهمون. بله عزیزم واقعا دیدم چقدر با محبت عجیب بوده. البته برای شما خیلی عجیب نیست میگم چقدر مهمون دارید ولی برای من حداقل خیلی عجیب. این سبک از مهمون ما خودمون مهمان نوازیم ایرانی ها ولی اینقدر که به مهمون بها میدید و از خوردن مهمون خیلی خوشحال میشید. اگه من اینو نخورم اینو بر خوردن دیگه بله بله من اینو نخورم شما ناراحت میشید. بفرمایید نوش جان شما میتونید بقلاوه ترکی نوشان بکنید همراه چای زعفرانی و چای اصیل زعفرانی تولید خود افغانستان. خیلی خوشحال هستم که اومدید و هستین به امید از اینکه همیشه باشین همیشه بیاین و همیشه حضور داشته باشین. آقای علی عزیز نوش جان علی جان یک چیز جالب که من امشب دیدم با لباس افغانی هستین کلاه قندهاری و لباس هم لباس اصیل وطنی افغانستان. این لباس رو چطور علاقه مند شدین بپوشین؟ والا من کشور دیگه که رفتم باحاله نپوشنم هیچ موقع مثلا که لباس عربی لباس ما نیست ولی این لباسی که حالاش الان بهش میگیم افغانستانی لباس اصیل ایرانی ها بوده تا زمان قاجار. هنوز عبای بلند و هنوز هم مردم زایدان بله زایدان سیستان بله سیستان این لباس رو میپوشن. بعد از اون موقع حالا دوره پهلوی اینه دیگه لباس تغییر کرد و حالا به این صورت رسمی الان شده. این لباس حالا کلاه قنداری ولی این لباس که بوده ایرانی ها میپوشیدن بسیار هم راحته. هم تو گرما تو رو هوای گرم تو رو خنک نگه میداره هم تو هوای سرد تو رو گرم نگه میداره بسیار هم دو کاره تو راحت برازنده فکر میکنم. بله حالا تصمیم داریم پس از اینکه دوباره به ایران رفتین و خانه و زندگی خود تانوزو پیدا کردین باز هم از این لباس ها بپوشین یا تمام میشه؟ آقا من خونه با شلوارک میگردم ولی سعی میکنم جاهایی که بیرون میرم از این لباس استفاده کنم راحت تو طبیعت اگه بخوام برم حداقل شلوار آزاد و راحتیه. چرا که نه آخه جناب خواننده عزیزمون هستن که امیر عطا سولگی عزیز. آره چرا اینجوری؟ من دیدم توی ایرانم تو مجلس ها هست بیرونم میره جایی میره اون لباس های محلی افغانستانم که حالا یا خودش خریداری کرد یا بهش هدیه دادن و اینها رو میپوشه. چرا نپوشه؟ مثلا تو ایران هم افغان ها بودن که از همین لباسه میپوشیدن. یعنی یه چیزیه که ویدیوهایی هم هست که تو حتی اروپا هم که هستن میپوشن توی دبی میپوشه. آره دیگه لباس محلی شونه هیچ اشکالی خیلی هم قشنگه بالا پوشش هم راحت تازه بعضیاش که دیگه سعی میکنم جاهایی که بشه قول نمیدم استفاده بکنم. البته قول نمیدم من خیلی در بند لباس نیستم لباسم زود کثیف میشه همینا والا اگه دوربین زوم کنه هزار جاشو کثیف کردم چون این لباسو دوست دارم دوباره میام افغانستان یا سمت زایدان جایی که میرم رسمی تر اینو خیلی خوب خیلی زیبا میگه بر شما آقای علی عزیز زنده باشید. اصلا فهمیدن همیشه شما ایرانی باشین آقای علی کاملا شما مثل مردم افغانستان خود را حیار ساختین تکمیل کردین. 5000 سال تمدن یکی داریم ایران. 2000 سال زبان مشترک، 1300 سال دین مشترک داریم. بله. کمتر از 300 ساله که مرز کشیده شده و جدا شدیم. بله. و واقعا یکی از این وقتی بیرون از افغانستان بودیم فکر می‌کردیم چقدر با اینجا فکر می‌کردم زبان افغانستان متوجه نمی‌شم. فکر می‌کردم بیام اینجا مردم با یه زبان دیگه یه مترجم باید با خودم ببرم.
در صورتی که مثل خودمون صحبت میکنیم. حالا لهجه یه خورده فرق می‌کنه. کم اتفاق. بچا این اتفاق برای منم افتاده. این اتفاق موقعی که میام توی لایو تیک تاک یه موزیکی رو پلی می‌کنم، بچه‌ها ردیف می‌نویسن که متوجه میشی آهنگ چی میگه؟ میگم خب داره فارسی میگه. چرا آره، متوجه نشی؟ آره ببینید دری رو قشنگ آدم میتونه متوجه بشه اگر دقت کنه. شاید آره. پشتون یکم حالا یکم که نه یه زبان جداگانه است و سختی‌های خاص خودشو داره. ولی مثلا دری فارسیه دیگه. حالا مثل یک لهجه است. مثل اینه که مثلا شما لهجه مشهدی گوش میدی، لهجه شیرازی گوش. آره. ولی خب یکم اداش ادای فارسی کلماتش هم یه دفعه فرق میکنه. اونا کلمات خاصه، یعنی شما تو لهجه های همون ایران یا حتی همون کشور افغانستان یا هر کشور دیگه تو لهجه ها هم کلمات خاص داری که شهرهای دیگه نمیفهمنش. یعنی شیرازی ها یک کلماتی دارن. بله بله. آره مثلا به مثلا میگن به آبکش میگن ترش پیاله. یعنی ترش پیاله میگن ترش پاله. ترش پیاله است. تراوش پیاله است. اصلش تراوش پیاله است. یعنی یه چیزی که تراوش میکرده پیاله ای که ازش باشه. چقدر توضیح میدی. ولی میگم یعنی این یه چیز عادی و طبیعیه. بله بفرمایید. بفرمایید. افغانستان بودیم. کردیم چقدر باج فکر میگم زبون افغانستان متوجه نمیشه. فکر کردم بیام اینجا مردم با یه زبان دیگه یه مترجم باید با خودم ببرم. چرا؟ در صورتی که مثل خودمون صحبت میکنیم. حالا لهجه یه خورده فرق میکنه. کم تفاوت. هر دو طرف زبان همدیگه رو میفهمن. این موارد اونقدر جدی هم نیست آقای علی. جدی نیست. میگم من فکر میکنم باید یه مترجم با هم باشه. مترجم نباشه میمونم. بله. در صورتی که نه الان خودم حالا ما شما خیلی راحت داریم صحبت میکنیم. بله بله صحبت هم دیگه رو. ناگفتم نمونه که من متولد ایران هستم. بسیار. مدت زیاد ما اونجا زندگی کشور دوست برادر هم فرهنگ هم زبان هستیم و همیشه اراده میان دو کشور وجود داره، اما بعضی از مواردی که میان دو کشور در بعضی موارد به وجود میاد اون همه رو میگذاریم سر جاش. به امید کن موارد هم حل بشه و تمام بشه. به خدا علی خیلی کار قشنگی کرد. واقعا کار زیبا. همون جوری که پارسال محمد رضا احمدی سر انتاب این همه بچهای ایران واقعا خوشحال شدن به خاطر این به خاطر این اتفاق دقیقا. الانم علی دوباره یه حرکت این مدلی آفرین یه موتیویشن ایجاد کرد، یه انگیزشی جنبشن. حرکت انگیزشی ایجاد کرد که چرا که نه، چرا این دوستی قوی تر که نباشه، باید باشه، چون یکی اصلا یکی بودنه واقعا واضحه. بله. شما گفتین بیشتر به خاطر سنگ‌های قیمتی به افغانستان بله اومدین. بله. بله خیلی خوب برش چه چیزی به دست آوردین از این سنگ‌های قیمتی؟ چی به دست آوردین؟ خریداری کردین و زنده باشه. ارزنده‌ترین جواهری که اینجا تونستم بگیرم اول از همه زمرد پنجشیر بوده که توی دنیا میشه. چی بود زمرد پنجشیر؟ زمرد پنجشیر. همونی که دستگاه نور مینداخت داخلش شد قرمز، رنگش عوض می‌شد. بله بله. چهار تا چیز یادمون داد. زنده باشه. ارزنده ترین جواهری که اینجا تونستم بگیرم اول از همه زمرد پنجشیر بوده که توی دنیا میشه گفت حرف اولو داره میزنه. با زمرد کلمبیا رقابت تنگاتنگی داره. واقعا هم کیفیت عالی داره. واقعا وقتی اومدم این حجم از زمرد رو توی این بازار، حالا میشه گفت این حجم توی این بازار کوچیک خیلی زیاده. چشم دشمن کور. بازار بزرگ بزرگی ولی این حجم ظرفیت خیلی بیشتر از این بازار رو داره. دیدم یاقوت جیگدالک، یاقوتی که شما دارید با یاقوت برمه میشه مقایسهش کرد، کیفیت خیلی بالایی داره. سنگ های دیگه مثل آکوامارین. تو کدوم سنگ دوست داری؟ من یاقوت. من یشم. یاقوت همونه که قرمزه مگه نیست؟ یاقوتیه دیگه. آره دیگه قرمزه. آره. قرمز کدره. من یشم. آره رنگ جگری داره. یشم هم زیباست. همه سنگ ها زیباست. سنگ انگشتر بابا دیگه. یا خیلی از سنگ های دیگه تورمالین درجه یکی داره. من شاخه های رافش رو دیدم واقعا از نزدیک هنوز نیده بودم توی موزه جواهرات دمشق با این کیفیت از نزدیک نیده بودم. کارشناس کار اطلاعات جدیدی گرفتم از مردم افغانستان از کاسب هاش. آقا من ادعا میشه تو ایران مثلا برای خودم جواهرشناسی ام، ولی با این همه سر اینجا پایین میارم که خیلی جواهرشناسی نکات کلیدی اینجا من یاد گرفتم. خب شما اصلا جواهرشناس هستین؟ خواهش میکنم. جواهر فروش هم هستین؟ بله. در ایران کار جواهر فروشی بله. جواهر فروشی فروشگاه بزرگ جواهر فروشی به اسم انگشتر کده دارم. نزدیک 200 متر این فروشگاه است و هم کارخونه ساخت جواهر آزمایش که جواهر شناسی و فروشگاه هم وجود داره. حالا خریداری کردین از بله خدا رو شکر نمونه زیادی خریداری کردم. احترام ما رو داشتن، لطف کردن به ما، به عنوان ایرانی بودن. میتونیم بپرسیم که اگر بخوایم از زمرد صحبت بکنیم، آخرین قیمت و بلندترین قیمت خریداری کردین چند بوده؟
قیمتو بگم بگو دیگه نتر کاسبی آخر شاید گرونترین دونه ای که من اینجا تا 250 میلیونم یه انگشتر زمرد دیدم ها. ولی حالا خب به ما لطف داشتن قیمت ها رو مناسب دادن. زمردایی که گرفتم تا هر دونه شاید 180-90 میلیون تومن هم ارزش داشته باشه. البته خدا خیر بده بهش، برکت بده بهش. از بازار فروشش به حدی بزرگ بود که خیلی شکیل نمیشد برای بله بله. انگشتر دست شما میشد کم دماردش بدانیم؟ خواهش میکنم. این فیروزه نیشابوره، به اصطلاح فیروزه شجری میگن، که رگای شبیه به درخت داره. یه رکاب دستساز ساخت ایران هم داره که حالا با آبکاری طلا هم مزین شده. چند نمونه هنر هم روش کار شده، شبکه کاری و آینه کاری. خیلی از خود ایرانی را بوده؟ از خود ایرانی. بله. از افغانستان چیز برای خودتان شخصی گرفتین؟ بله زیاد گرفتیم. خیلی خوب، ممنون، تبریک باشه. سلامت باشید. همکارشان هم بعد یک وقفه کوتاه بگیریم و دوباره خیلی سریع خدمت شما بریم. بریم توی یه وقفه خوب و امیدوارم که تا اینجا با ما همراه بوده باشید. برنامه طولانی و مکملی، خیلی هم زیباست. آره و امیدوارم که بتونیم پارتای بعدیش هم در خدمتتون باشیم. اگه دوست داشتین حتما واسمون بنویسید، واقعا که خیلی خوبه. حالا من دوست دارم بیشتر اون ویدیوهاش که میره ولاگ توری و تو خیابون و غذاخوری و اینا ببینید. خلاصش رو میاد میگه و ما دیگه دیدیم کجا مثلا میره. آره حالا یه چند تا ویدیو دیگه هم داره که توی پیج خودش هم آپلود کرده بود، اونا رو هم ببینیم و کیفش رو ببریم. دمتون گرم، قربون شکل ماهتون بشم، ماش به کله هاتون. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. تک تک.